با درود به همه بیننده عزیزم آدریان هستم باش پس خودتون خوش اومدین امروز میخوایم با هم یکی که ساده درست کنیم بدون فر و به کمک بخار آب اگه برای اولین بار در این ویدیو رو تماشا میکنین یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید و اگه دوست داشتین ویدیو هم رو زودتر از همیشه تماشا کنید پایین همین ویدیو روی شکل زنگوله کلیک کنید موادی که برای این کیک ساده و خوشمزه نیاز داریم تخم مرغ سه عدد. آرد 125 گرم آرد ذرت 25 گرم شکر 100 گرم خامه 100 گرم شیر 200 گرم بیکینگ پودر یک قاشق غذاخوری وانیل یک قاشق چایخوری در ابتدای کار زرده و سفیده رو جدا می‌کنیم زرده رو توی ظرفی میریزیم شیر و خامه که داریم رو بهش اضافه می‌کنیم مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم و ادامه کار رو با هم می‌بینیم بعد از مخلوط کردن خامه شیر و زرده تخم مرغ 50 گرم کره که داشتیم رو اضافه میکنیم و مقدار وانیل و شکری که داریم رو هم اضافه میکنیم و بهتون بگم تمام این مراحل رو من با همزن دستی دارم ادامه میدم اگر افرادی که همزن برقی توی منزل ندارن توجه کنن که این کار سخت نیست فقط موقعی که ما میخوایم سفیده رو مخلوط کنیم با همزن دستی کمی سخته پکینگ پود آرد زورت و آرد رو اضافه میکنیم و به همین صورتی که داریم میبینین باید مواد رو با هم مخلوط کنید ای که داریم رو با همزن برقی یا با همزن دستی اگر میتونید مخلوط کنید تا کاملا سفیده پفکی شکل شد بعد از اینکه سفیده رو به این صورت در آوردیم تا یه دو مرحله سفیده رو با کل مواد به صورت دورانی مخلوط میکنیم تو این مرحله باید دو تا قابلمه در نظر بگیرید. یه قابلمه بزرگ و یه قابلمه کوچیک که این قابلمه کوچیک باید توی قابلمه بزرگتون جا بشه. کف قابلمه کوچیکتون کاغذ روغنی پهن کنید و مواد کیک رو انتقال بدین به قابلمه کوچیک. تو مرحله بعد داخل قابلمه بزرگتون آب بریزین و بذارین روی حرارت تا آب به جوش بیاد. مقدار آب باید از نصف قابلمه تون پایین تر باشه. یه چیز فلزی کف قابلمهتون بذارین من همچین چیزی من داشتم که تای قابلمه قرار دادم شما میتونید از صافی یا هر چیزی که بتونه زیر قابلمه کوچیکتون قرار بگیره توی این قابلمه قرارش بدین چون ما باید بعد اینکه آب جوش اومد قابلمه کوچیک رو قرار بدیم توی قابلمه بزرگ خب آب به جوش اومد در به ظرف کیکتون رو با یه فویل ببندین و در به قابلمه رو بذارین به مدت 45 دقیقه باید با حرارت کم این کیک با بخار آب بپزه مدت زمان 45 دقیقه است که گذشته بویل رو به آرومی از روی سطح آبلمه بر میداریم به کمک یه سیخ چوبی فرو کنیم داخل کیک که داریم میبینین چیزی به سیخ چوبی نمیچسبه این نشونه اینه که کیکتون حاضر شده زیر حرارت رو خاموش میکنیم کیک رو از قابلم خارج میکنیم کمی که از گرما افتاد تو ظرف مورد نظرمون بر و کاغذ روغنی رو جدا میکنیم ما حاضر شد تقدیم شما این کیک بدون فر و به کمک بخار آب پخته میشه و بافت خیلی نرمی داره در پایان شما اگر دوست داشتین میتونید شکلات آب شده یا پودر قند یا به هر صورتی که دوست داشتین میتونین کیک رو تزین کنین و بعد برشش بدین. اینکه که خوشمزه رو درست کنید. نظراتتون رو برای من کامنت کنید. برای حمایت من حتما یادتون نره که ویدیو هم رو لایک کنید و و کانال هایی که توش عضو هستین به اشتراک بذارید. که با یاش بازی دیگه با من بودین یه برنامه بعد و یاش بازی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.